خودتون کار کنین، هزینه رو پرداخت کنین. خب؟ همین داره دارن نمای خونه. داخل خونه رو میخوان فیلم برداری کنن. خوشم برای ازاده بخیان شد من مجید بیسیه، متولد سال 1343 هستم. مدت سال 1377 از ایران اومدم به ایران. مدت 4 سال اونجا بودم. از سال 2002 هم از عراق از بحر قاچاق واسطه بچم اومدم ترکیه. رسی خانم به سال 2002 به سبب سرطان فوت نموده. سر فلسطین 3 تا بچه هم مدت این 4 سال به عهده خودم. هم مادر هستم هم پدرش. دیگه وزیر ترکیه اینجوریه که از هر راهی که صحبت بکنی بلیم مردن از زندگی ما خوبتره، چون هیچ راهی ندارم بشتم، مجبوری برن. پرونده بسته مطلق شدم از طرف یوئن که این 3000 پناهنده شمال عراق هستیم، همه قبول شدن، فقط تنها خانواده ای که پرونده بسته شده ما هستیم. از طرف امنیت هم این دومین باره که برای من دیپورتی اومدی و خلاصه خواهش و تمنا و این بر اون بر خلاصه تا مدت 3 ماه دیگه میتونم اینجا بمونم. وضعیت زندگی ما اینه که میبینید ظاهر و باطن ما دزدی کار میکنیم اینجا. اگه مثلا برای ما بتونیم 10 روز کار بکنیم برای زندگی بچه همون
البته کمک مالی از اروپا یا از ایران من نخواهد دارم، نه برادر، تنها بچه خانواده هستم. اینجا دیگه از زندگی، از کمک درمانی و پزشکی از یو این تا حالا به من هیچی ندادن و هیچی برام نکرد، چون پرنده بسته هستم. به شما از هر راهی که میدونید، از راهی که سلاح میدانید یا از دستم برمی آید برای بچه هم، برای سیت بچه هم، چون جانشان در خطر است، چه لحاظ روحی، چه لحاظ زندگی، چه لحاظ هر لحاظی که بگی. ما فلجی مرده نیستیم، از مرده خرابتر هستیم. کور نیستیم، از کور خرابتر هستیم. یعنی نمیدونم از چه لحاظی، از چه راهی تعریف کنم. از هر راهی، هر راهی که تعریف کنم، ما خصوص ما، من که خودم و ستا بچم میان این همه پناهنده، حالا یارم مثلا خانو اینجا ترکا هست، مرای بون اینقدر قضا میارن، قضایی که از دست بچهاشون میفته، کسافتی میارن، ما مجبوریم دیگه. غیر از نمیتون صبح کنم تقریبا سه ماه پیش من از آقای بهمن زنگ زد به این نفر اینجا، $100 میلیون ترکی $100 میلیون به من کمک کردن. خلاصه 4 کیلو برنج و 3 کیلو قند و 4 کیلو شکر و نخود و لوبیا اینا به من کمک کردن. این خانمم که نماینده اونا هست، الهاز پزشکی، به من توصیه کرده که اگر بچه ها مریض شدن من میبرشم بیمارستان. خلاصه از درد دلم با ما همکاری کردن، اومدن توی خونه چنها باش، دلخوشی منو دادن. آقا بهمنم ازش خیلی ممنونم، چون من اونو نمیشناسم، فقط با تلفن با اون صحبت کردم. ازش خواهش میکنم، ازش خواهش میکنم که اونی که ازش برمیاد برای من، نه فقط برای سه تا بچه‌م، ازم بتونه سه تا بچه‌م از اینجا نجات پیدا کنه، منم نرم راضی هستم. دو تاشونو ببره، سه تاشونو ببره، از هر راهی، هر انسانیتی، هر کسی که هر چی از دست برمیاد برای بچه‌هام سفارت به که از ترکیه نجات پیدا کنه، به جایی برسن که صاحب قلم باشم، نه صاحب این زندگی و چاق و تیش و بدبختی و ولی ازش خواهش میکنم، خیلی ممنونم. اونی که ازش اومده برای ما کرده، خیلی ممنونم از زحمات شما، خیلی ممنونم. ترکیه از شهروان زندگی میکنم، با پدرم زندگی میکنم، مامانم مرده، در وضعیت خرابیم. اینجا 2 سال اینجا وضعیت خرابیم، نمیتونیم تحمل نمی‌کنیم، مدرسه اینا نداریم. خواهش میکنم هر کسی خواهش میکنم که میتونه ما از اینجا ببره، ما حاضریم ببره. چیکار میکنی حالا هیچ کاری نمیکنم. نه چون نمیتونم چیکار کنم، اینجا کار برای ما خلاف هست، اینجا کار برای ما مشکل قدر هست، نمیشه اینجا. سه تا برادر داریم، آهر ندارم، اینجا زندگی. آرزو دارم درس بخونم، برای مدرسه با دوستان باشم، یه خودی خوندار باشم، یه گرمش دارم، تولید یه نونی قضا داشته باشم، بخونم. نیست، این چیزایی که میخوام نیست، آرزوی رو میخوام، آینده خودم رو بگیرم. سلام آقا بهمن، از دست تو خیلی ممنونیم برای این کارهایی برای ما کردی، خیلی مشکرم. اگه میتونی از من و بعدم از این دنجا بدی، خیلی مشکرم.